ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. سلام عرض ادب، درود و احترام تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. انشالله که در هر کجایی که هستید همیشه شاد و صحتمند سلامت باشین، همیشه لبهایتان بخنده باز باشه. در این آخرین شنبه سال 1401 مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. چند روز دیگه هم که انشالله بهار می آید، فصل نو، سال نو، روز نو، همه چیز نو و تازه میشه. تنها چیزی که کهنه میشه دوستی ما و شماست که انشالله برقرار باشه. عزیزان و بینندگان محترم، سال بسیار بسیار خوب را پیشا پیش برای شما عزیزان آرزو میکنم. امروز آخرین روز است که من در خدمت شما دوستان و بزرگواران هستم با برنامه زنده روشنا. در البته در این سال جدید انشالله باز هم در خدمت شما خواهم بود. در این سالی که میگذره و روان است، آخرین روزی است که در خدمت شما هستم و برای شما عزیزان، برای تمام ملت شریف افغانستان در هر کجایی که هستید، اگر در داخل کشور هستین، اگر از کشور خارج هستین، برای تک تک شما آرزویم صحت و سلامتی است و آرزویم برای شما است که انشالله در سال نو اتفاقات بسیار بسیار خوبی برای ما شما بیفته، از امنیت تا سلامت انشاءالله. اما بینندگان عزیز و محترم، مهمان ما همچون دیگر روزهای شنبه خانم حسینی بزرگوار است، روانشناس بالینی، در خدمت ایشان هستیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عجل لولی کل فرج. من خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنان خدمت بینندگان. آغاز سخن شما بسیار شیرین و آمدن و نوید بهار بود. انشالله که دلهای همتون بهاری و تازه و خرم باشه و سال رو انشالله سالی پر از آرامش، امنیت، عشق و دوستی های پایدار و همه از لحاظ روحی و روانی در امنیت خاطر انشالله زندگی بکنن انشالله. خانم حسینی، یک بزرگ میگه که از دیروز پند بگیر، در امروز زندگی کن و به فردا امیدوار باشش. گرچه که سختی های زندگی در سال گذشته و در سالهای گذشته برای مردم افغانستان نسبتاً زیاد بوده، ولی مهم است که ما مردمی هستیم که همیشه امیدوار به آینده هستیم. به خداوند متعال توکلمان همیشه به خداوند بوده و امیدواریم که خداوند خودش لطف و مرحمت کنه، از درگاه لطف و مرحمت خودش در این سال جدید کاری بکنه که این مردم غم دیده، این مردم دل شکسته انشالله با بهترین خبرها، با بهترین اتفاقات مواجه باشن انشالله حتما. و همین خود امید جز خصلت های شیرین است که ما افغان ها داریم و این بسیار جای سپاس است و خداوند هم شاهد ای هست انشاءالله که اتفاقات خوبی در را خواهد بود به امید خدای بزرگ انشاءالله. خب موسیقی عزیز، مبحثی که در روزهای شنبه در خدمت شما هستیم، بنادگان عزیز و محترم هم برنامه را دنبال میکنند و میفهمند، موضوعی است که در واقع کودکان استثنایی و مباحث بسیار متعددی مطرح شد بینندگان عزیز از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی میتونید که برنامه های گذشته رو ببینید و دنبال بکنید. اما موضوعی که امروز شما میخواید که در مورد او صحبت بکنید مبحث سندروم داون است. دقیقا سندروم داون چی چیزیست و چگونه میشه کنترل شوه؟ سندروم داون یکی از شدیدترین اختلالات ژنتیکی است، در واقع یک کمتوانی ذهنی و هوشی و از لحاظ ظاهری است. سندروم داون طبق آماری که به دست آمده، آماری که اخیراً جدید شده، اینه که کلاً خود تولد کودکان کمتوان ذهنی رو در جهان که آمار گرفتن، گفتن در سال 170 میلیون میشه نفرش. از این 170 میلیون باز هر ساله 200 هزار به تولد کودکان متاسفانه افزوده میشه. و سندروم داون هم یکی از کودکان
کمتوان ذهنی است که از هر 800 تولد یک نفرش گفته احتمالش است که سندروم داون باشه. پس نسبتاً آمار زیادی هم نسبتاً داره. آمار زیادی هم متاسفانه هست. در گذشته به این سندروم دیگه سندروم داون نمی گفتن، منگولیسم می گفتن. بچه های فوق‌العاده عقب مانده که از ظاهرشون هم بسیار مشخص است که علائمش ذکر می کنیم. اما الان گفتن این میشه سندروم داون. چرا؟ علتش و به وجود آمدنش و تعریفش، خود سندروم داون که تشخیص دادن ایست که یک سری جن از پدر و مادر به طور مساوی به طفل منتقل میشه. خب گفته به جای ای که به 21 کروموزوم دو تا باشه سه تا میشه، یعنی یک کروموزوم اضافه داره ای نوزادان که به او خاطر میشه سندروم داون، یا بهش میگن که تروزومی 21. یعنی به جایی که دو تا 21 باشه کروموزوم، این سه تا 21 داره، یعنی کپی یک دانش اضافه میشه که این به او خاطر میشه سندروم داون. آها، یعنی وقتی که بدن وقتی که او طفل در حال ایجاد از کپی میکنه، یک دانه را اضافه تر تولید میشه که او میشه سندروم داون که با این مشخصات که عرض میکنیم تولد میشه. خب اما قبلش میخواستیم بگیم که علائم کودکان چیست، یا علتهای کودکان که میخواد به وجود بیاد چه رقمه، و راههایی که تشخیصش. آیا خب اکثر این سال پیش می خب ما میخوایم باردار شویم، خب همه ما منتظر یک طفل شاد و سالم هستیم، خب آمدیم و این رقم نوزاد داشتیم، آیا رای تشخیص وجود داره که با علم امروز مشخص شده؟ بله، علم امروز خوشبختانه با علم روز ای به یک سری نتایج مثبتی رسیده که از سن 15 ماهگی میتونن با یک سری آزمایشات تشخیص بدن که جنین ما مبتلا به سندروم داون هست، از طریق نمونه برداری هایی که از مادر انجام میدن، یک سری نمونه برداری از پرس های جفتی مادر هست که از جنین میگیرن و پزشکا تشخیص میدن. این هم علت هایش که باز عرض میکنیم که به این دلیل که من والدین بر اساس زیر نظر تخصص پزشکی هستم، این احتمال داره که ممکنه بچه ما دارای یک سری مشکلاتی باشه. خب پس از طریق آزمایش یکی از راهاش امکانش هست که این تشخیص داده شود که از ماه سوم که انگار از ماه 15 و ماه هفته 15 و هفته 20 احتمالش زیاد هست که تشخیص بده که طفل ما دچار سندروم داونه و اقدامات پزشکی رو میتونن انجام بدن. قابل درمان است؟ قابل درمان نیست. اگر تشخیص بده باز اگر تشخیص بده، خب این با نظر والدین، با این که از لحاظی که آیا میتونن این طفل خود متولد کنن و یه سری خدمات حمایتی براش انجام بدن. گاهی والدین هست میگه خب این طفل هست ما اجازه سقط نمیدیم، گاهی هم از لحاظ پزشکی اجازه سقطش صادر میشه که اگر والدین خب با توجه به شرایط زندگی اقتصادی روحی روانی اگر میگه ما قادر نیستیم این طفل پرورشش بدیم، دوچار یک سری آسیب ها ممکنه خانواده شوه، آسیب های اقتصادی برای دولت باشه، به هر حال از اون لحاظ میتونن اجازه سقط جنین رو دریافت بکنن. و گاهی هم هست که والدین میگه ما راضی هستیم، تلاش میکنیم که بتونیم این طفل هم به ثمر برسانیم. و گاهی خب این گزینه ما میگیم وقتی طفل ما سندروم داون متولد میشه، بله خب من نمیتونم کار دارو درمانی برای او انجام بدیم، منتها میتونم با تحت نظر پزشک یک سری خدماتی رو برای طفل خود انجام بدیم که او هم از این زندگی که در این دنیا هست لذت ببره. بله خانم حسینی، از لحاظ ظاهری اولادایی که سندروم داون دارن کاملا قابل شناسایی هستن از دیگه اولادا، یعنی برخی از اطفال هستن که ممکنه عقب موندگی ذهنی داشته باشن ولی خب به ظاهرشون هیچ معلوم نمیشه، وقتی که نگاه میکنی تا وقتی که گپ نمیزن متوجه نمیشه، ولی خب این اطفال کاملا مشخص. وقتی اطفال متولد میشه یک سری نشانه های فیزیکی و ظاهری و ذهنی داره، در واقع دو راه تشخیص داره، یکیش از طریق ذهنی است یکی از طریق شکل ظاهری. وقتی این طفل متولد میشه صورت های بسیار پهن داره،
چشمای معرب داره که با فاصله است یا رو به بالاست، دماغای پهن داره، گوش های بسیار ریزه و گردگاه. هم ما در یک مقاله خوانده بودم که میگن گوش های فیلی، حالت گوش های فیل که پهن باشه. پشت گردن اینا پوست های آویزان، هم گردنشون بسیار کوتاست، هم از پشت گردن که سعی بکنیم چند لایه پوست شده. یعنی همون یک کروموزوم باعث میشه که تغییرات ظاهری شده. تغییرات شکل ظاهری است. و جالبیش ایست که کل اطفال سندروم میدون در کل جهان یک قیافه دارن، از تشابه قیافه شبیه هم هستن، حالا کم و زیادتر و با اساس رسیدگی والدین که یه سری تغییرات خیلی کوچک ایجاد میشه و در واقع کل شکل هاشون شبیه همه. در قدیم هم خانم حسینی این بیماری بوده یا اینکه مثلا یک بیماری حاصل مثلا مدرنیته و زندگی همین بیماری بود که بهشون میگفتن منگولیسم، میگفتن این بچه من منگول به دنیا آمده، نامی که اونها استفاده میکردن. خب شکم های بسیار بزرگی داره، گاهی از 40 تا 50 تقریبا 50 درصد اطفال دست های بسیار گرد پهن داره و فقط یک خط داره وسط دستشون، اگر دقت بکنیم یک خط داره. انگشتایشون بسیار با فاصله است، ما که دست عادی داریم خب اینا انگشتایشون بسیار با فاصله و کوتاه‌تر است. گوشتی است بدنشون، عضلاتشون شله، به خاطر همین وقتی که طفل است دیگه این گرفتنش حتی برای والدین ممکنه بسیار سخت باشه، خود نمیتونه بگیره، خود نمیتونه جمع بکنن. و در راه گشتن هم خب یک اطفال عادی خب از 10 ماهگی 9 ماهگی تا 14 ماهگی شروع به خزیدن یا رفتن میکنه، اما این اطفال از 20 ماه از 20 ماهگی 25 ماهگی شروع به رفتن میکنن. از لحاظ ذهنی هم اینو بسیار کند هستن، دیر یاد میگیرن، حواس پرت هستن، گب یادشان نمیمانه، وسیله ای رو که جای قرار داشت میشه فراموش میکنه، حواس پرت هستن. اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم، باز مفصلا در همین مورد با هم صحبت خواهیم کرد. اما بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شماست و همین الان هم اگر کدام سوال در مورد موضوعی که امروز در برنامه مطرح میشه دارید، برای ما از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که روان بکنید. یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، بینندگان عزیز و محترم، ما شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنار از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم حسینی، روانشناس بالینی، با موضوع کودکان سندروم داون. خانم حسینی، شما ویژگی های ظاهری اطفال را بیان میکردید و واقعا وقتی که نگاه میکنیم اینقدر شباهت زیاد است که فکر میکنی از یک پدر مادر متولد شدن. آره، شباهت ظاهرشون هم رقم است و زبانشون هم بزرگ و برآمده است، یعنی موقع گپ زدنش یا طرفشون سیل میکنی زبانش کلا از لبایشون آمده بیرون، زبان بزرگ و پهن دارن، پوستشون اکثرا خشکه. بعد اینا اکثرا خیلی اکثرشون چشمای بسیار ضعیفی داره و
طرف چشماشون که سیل میکنین خیره از پراب است، بعد چشمای خیره داره و کل اکثرانشون عینک استفاده میکنه و عینک بسیار شدید که مال چشمای ضعیف است اینا استفاده غیر میکنن. ظاهرشان خانم حسینی دیگه در باطن بدنشان از لحاظ بیماری های جسمی دیگه غیر از بیناییشان آیا ممکنه که بیماری دیگه بله هم داشته باشن؟ بله بیماری جسمی هم دارن، از لحاظ شنوایی مشکل دارن. یک آمار که داده بود 80% اطفال میتونه ناشنوا باشه و نابینا باشه، حتی این هم ذکر شده بود که اکثرانشون این رقم است و اکثران اینها باز هم آمار دقیق اعلام نکردن ولی اکثر اینها دچار ناراحتی قلبی است. ما یک از شاگردام که 4 سال پیش فوت شده بود سندروم داون بود، از نوع متوسطش هم بود، بعد ای از طریق فقط ایست قلبی فوت کرده بود. خانوادش میگفت سعی واسه جور بود، یک تشنج کرد تا بردم بیمارستان، گفته بودی نیم ساعت پیش فوت کرده و علتش چی بوده؟ ایست قلبی، ناراحتی قلبی داره، باید تحت درمان و نظارت پزشک باشه، دارو مصرف میکنه. و در یک نکته هم خواستم بگم که در گذشته طول عمر ای اطفال 10 سال بیشتر نبود، یعنی ما طفل سندروم داون در گذشته نداشتیم که 11 ساله و 12 ساله شود، اما اکنون با علم روز، با پیشرفت، با حمایت دولت ها و خانواده خدا رو شکر طول عمری اطفال بسیار زیاد ذکر کرده بود، تقریبا 50 ساله تا 60 ساله. ولی من خود من از بین با کودکان سر و کار داشتم تا 45 سال، آخرین شاگرد من 4 سال پیش فوت شد، 45 سالش شده بود دیگه. تا حتی 18 سال 20 سال بین جامعه ما وجود داره و امید به زندگی روز به روز بیشتر شده با یک سری امکانات که در اختیار اطفال میشه گذاشت. خانم حسینی، کیفیت زندگی اطفال چگونه میتونه باشه با توجه به اینکه شما یک نکته را اشاره کردین، گفتین که سندروم داون داشت شاگرد شما و متوسط بود، آیا دستبندی داره؟ یعنی افراد متعدد هستند که ممکنه که درجه بندیش کم یا زیاد باشه از این سندروم داون، و هر کدوم از اینا چه رقم میتونن که زندگی کنن؟ در برنامه پیشم ذکر کردیم، دوباره یادآوری میکنیم که ما کم توانای ذهنی 4 طیف داره. یک عمیق است، بسیار عمیق، یعنی بسیار بسیار شدید، که آی کیوی اطفال 20 و زیر 25 است، بسیار، یا ایلوزه ایزوله بهشون میگن که یعنی دخانه در جا افتاده است، قادر نیست حتی کارهای شخصی و اولی خود انجام بده و تا آخر عمر نیاز به یک حامی و کسی که مراقبت بکنه از ایشان وجود داره، که اطفال بسیار عمیق است و معمولا هم اطفال فلج مغزی است و سندروم داون تا حالا ما نشنیدیم، امکان داره باشه، ما شاهدش نبودم. و یک طیف دیگه طیف متوسط هست که تربیت پذیر ایشان و آموزش پذیر بسیار کم، در حدی که یک کلمه را شاید یاد بگیره و همو کلمه را اگر یک هفته بعد، حتی من میگم یک روز بعد همو کلمه یا او حساب از او پرسان بکنی یادش رفته باشه. متوسطه که هم آی کیویشون از 40 تا 45 میتونه باشه، که اگر با آموزش باشه، با دقت باشه، با صبر و حوصله باشه، میتونه کارهای شخصی خود بسیار، البته با نظارت حامی، انجام بده. آی کیو یک آدم عادی چنده؟ از 90 شروع میشد تا 110. یعنی دقیقا یک آدم نصف عادی. آره، یک نصف آدم عادی آی کیو دارم. بعد و کودکان شدید باز از متوسط یک لول پایین تر است، که بازی اطفال هم آی کیوش همو 40 دیگه، 40 تا 35 سالی هم قادر نیست دیگه، نیاز به کامی داره، نیاز به کسی که مراقب ایشان باشه و شاید دیگه نتوانه یک زندگی مستقل رو برای خود شروع بکنه. و آخرینش که میشه کمتوان ذهنی خفیف، ای دیگه آی کیوش از 40 تا 50 است، یعنی نصف آی کیو رو داره، میتونه آموزش های ابتدایی را به خوبی انجام بده، با نظارت خانواده، با آموزش صحیح میتونه حتی دارای شغل باشه، که حتی ما آمار داریم کودکان سندروم داون خصوصا که اگر خفیف باشه، آموزش درست مکتب دیده بشه، یک نوع مهارت خاص قادر یاد بیاره و میتونن کارگران ساده و خوبی باشه و حتی میتونن یک زندگی شخصی و مستقل را برای خود شروع بکنن، یعنی ازدواج میتونن بکنن، حتی میتونن ازدواج اگر اولاد داشتن، اولادشون دیگه اون احتمالش
هست که یا سالم باشه یا ناسالم باشه، که بازم هرچند من میگم این کودکان باز هم نمیتوند یک زندگی مستقلی را شروع کنند، چرا که خانواده باید مراقب اینها از هر لحاظ، من گم از عاطفی، اقتصادی، شغلی و تحصیلی هوای این اینا را داشته باشه و مراقبت، ولی میتونن یک زندگی شخصی و یک زندگی عاطفی را برای خودشان تشکیل بده. از خصوصیات اخلاقی اطفال هم بسیار مهربان هستند، بسیار ارتباطشون، حتی اگر مهارت اجتماعی را خوب خانواده ها و مکاتب بر اینها آموزش بدن، بسیار سریع الفت و انس میگیره و میتونه یک دوست صمیمی حتی باشه. و یک از خصوصیات هم که میتونه منفی باشه لجبازی است، که من ایره میگم خب ما یک آدم عادی هم که باشیم، هر رفتاری ما یک سری عللی پشتش نهفته است. میگیم این اطفال هم میتونه الگوبرداری داشته باشه که او رفتار یاد گرفته باشه، میتونه به او خاصه خود برسه، که از طریق لجبازی است که این رو جز راهکارها عرض میکنیم، که وقتی سندروم داون من دچار لجبازی میشم، من والدین، من مربی و معلم چه رفتاری با ایشان داشته باشم. خیلی خانم حسینی، یک چالش سخت برای پدرها و مادرها احتمالا خواهد بود وقتی که در هنگام بارداری متوجه میشن که اولادشان سندروم داون داره، آیا بخواین ای اولاد را نگه دارن یا ای که ای اولاد را حکم در واقع مرگ طفل خودشان را صادر بکنن؟ شما به عنوان کسی که سالها و مدت هاست که با اطفال کار کرده اید و مربی و معلم بودید، به نظر شما از لحاظ کیفیت زندگی چه رقم است؟ ای اطفال به نظر شما بهتر است که بمانند و همو چند سال دیره که اصلا زندگی کنند، و یا اینکه نه اما اول پدر مادر تکلیف یک سر کنند؟ من این جرأت در خود نمیدونم، و چرا که یک انسان هر رقمی که باشه، من میگم که حق زندگی و حیات داره، منتها من باید شرایط زندگی خود به عنوان یک والد در نظر بگیرم. از هر لحاظ، گفتم از لحاظ عاطفی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روح و روانی میتونم یک طفل رشد برسانم. این بستگی داره، من شاید نتونم به عنوان یک کارشناس بگم خب یک طفل حق حیات داره یا نداره. من میگم این واگذارش به والدین، واگذارش به امکاناتیه که وجود داره، به یک سری مهارت هایی است که اولا من والدین اگر پذیرش نداشته باشم، این طفل خود خب بسیار من میگم سخت میشه، باید من صبر و حوصله بسیار فراوانی داشته باشم، مهارت بسیار کسب بکنم، و ای که او طفل من حتی اگر 10 سال زندگی میکنه، 5 سال زندگی میکنه، همراه او من هم او لذت ببرم. گفتم ما برای شما مادری داشتیم که از نوع عمیق فلج مغزی داره، طفل الان طفل میشه گفت 21 سالش هست، میگفت من وجود خدا، شور زندگی و لذتی که در دنیا دارم در طفل خود میبینم. ببین نگاه ما، اگر نگاه من نگاه قشنگی به زندگی باشه، خب ما او حق حیاتی که خداوند به هر حال بنا به هر دلیلی که من مسببش بودم، یا به هر حال حتی علم نتونسته ثابت بکنه که علت سندروم داون چیز، هر چیزی رو که نقل میکنه یک احتمال است، یک احتمال. پس من در خود باشم این اجازه را نمیدم که یک طفلی را بخوام محروم بکنم. به هر حال او طفل حق زندگی داره، و سختیش برای من است که من باید هم پذیرش داشته باشم، هم مهارت داشته باشم که او طفل در کنار من هر چند سال کس من باش لذت ببرم. البته این نکته را هم قابل ذکر است که وقتا قبل از اینکه روح در جسم او طفل دمیده شود، یه حق وجود داره برای پدر و مادر، بعد از او دیگه، بعد از او آره قبلش که میتونه که... بله نگه داره، آره درست. نگه داره. بله در خدمت شما هستیم خانم. خب داشتیم پسی نشانه های اطفالی، اطفال بسیار خونگرم هستن. بله. اطفال گاهی این نوع خفیفش خوبیش ایست که مهارت زود یاد میگیره، حتی توی خواندن. اما اطفالای دیگه که توی او شدید و عمیق و متوسط باشه، خواندن دچار یک نوع اختلال یادگیری هستن. ما والدین خیلی شاکی هستن که طفل من
6 سال 7 سال در یک صنف است. و ای که قابل ذکره که آموزش این کودکان استثنایی است، این کودکان در مکتب عادی نمیتونن برن به خاطر او شرایطشون، باید آموزش استثنایی ببینه و صنف اول اینا 3 تا 4 سال میخونه که او یک صنف خوانده و در صنف بعدی بره. پس این آموزش اینا دچار مشکله، از لحاظ ذهنی دچار مشکل داره، از لحاظ ارتباط هم گاهی اینا دچار مشکل میشه. و ای که گاهی ای اطفال متوسطش، میخواستم یک نکته داشت که ذکر بکنم، اگر سندروم داون متوسط باشه بسیار آدم های ساده و زود باورین. گفته بود بیشتر آمار و بزهکاری های کودکان و نوجوانان در سندروم داون نوع متوسط هست، میتونن اطرافیانش به قول گولش بزنن، بازیش فریب بدن، فریب بدن و متاسفانه گفته بودن رو به مواد مخدر میارن، رو به بزهکاری میارن، رو به کارهای غیر اخلاقی میتونن دست بزنن. و حتی آمار که داده بودن، حتی این کودکان دچار خانه‌های جذب خانه فحشا هم شده بودن متاسفانه، که میتونن افرادی از این اطفال سوء استفاده بکنن، حتی نوجوان بشه. به خاطر همو می خانواده، می والدین باید بسیار مراقب ای باش، مراقب رفتار ورود و خروجی. خانم حسینی چه سبدن یک من برنامه را ببینیم. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255 جلسه زر فراموش نکنید و همین الان هم میتونید که اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید برای ما روان بکنید. بعد از یک بیان برنامه برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى سلام مجدد به شما بینندگان عزیز و محترم و یک سلام هم به شما عزیزانی که نو به جمع بینندگان روشنا پیوسته اید. ما با کارشناس محترم خانم حسینی در مورد اختلال سندروم داون در کودکان صحبت میکنیم. خانم حسینی عزیز، شما ویژگی های یک طفلی که سندروم داون را داره هم از خصلت های اخلاقیش و هم خصلت های جسمی را بیان کردید، اما مسئله است که یک پدر و مادر که میخوای اولاد دار شود چه چیزهایی میتونه که احتمال ای را بالا ببره که اولادشان متاسفانه گرفتار یه اختلال شود و چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید برای اینکه این رقم نشود؟ خب هیچ آمار دقیق و حتی هیچ چیزی تا حالا هیچ علمی نشان نداده و نگفته که چه چیزی حتمی وجود داره که راه او را بتانن بگیرن. هر چیزی رو که ذکر کردن فقط احتمالش بود. یک 95% از احتمالات گفتن سن زیاد مادره. و جالب ای بود که یک مقاله رو نوشته بود و آمار داده بود که 80% مادران زیر 35 سال و پدران بالای 40 سال کودکان دچار سندروم داون داشتن، زد و نقیز بود حتی، و ولی بازم جوابی براش نداشتن. پس سن زیر 35 سال هم احتمالش وجود داره و سن بالای 35 سال که اون میشه جز بارداری های پرخطر که هر خانومی باید این هوشیاری رو داشته باشه که حتما حتما بارداریشون بر اساس آزمایشات و قربالگری ها زیر نظر متخصص باشه که او احتمالاتش کم شه. حتی گاهی من میگم هیچ چیز قطعی وجود نداره. حتی گاهی من مادر شاید تمام نگرانی های خود مثلا در نتیجه رسانده به شما پیشگیری و نمیدونم یک سری آزمایشات قربالگری ها، باز هم یک اتفاق ناخودآگاه یک چیزی میتونه باشه که اتفاق بیفته که شاید او علم هیچ جواب برای او نداشته باشه. پس سن زیاد مادر و حتی گفتن گاهی سن زیاد پدر هم میتونه اختلالات هورمونی و
50 درصدش که ژنه، یعنی یک از والدین این ژن داره، یا ممکنه ارسی باشه که یک از والدشون، گاهی حتی ممکنه در فامیلشون در خودشون نباشه، ولی تولد کودک سندروم داون باشه. انواع عفونت ها رو گفتن میتونه باشه اشه ایکس، پرتو درمانی ها که ممکنه مادر تحت درمان بیمارهای سرطانی باشه، خلاصه با پرتو در تماس باشه، همه اینها احتمالش وجود داره، ولی بازم گفتن هیچ جواب قطعی ما نداریم که بگیم چگونه میتونیم از تولد اطفال ما خودداری بکنیم. دیگه اگر بخوایم راه های پیشگیری رو بگیم، اولش همین آزمایش و قربالگری ها هست، ازدواج های فامیلی هست، انواع افونت، یعنی ازدواج فامیلی میتونن ریسک را بالا ببرن، میتونن ریسک ببرن بالا، حتی گاهی ممکنه هیچ اتفاق نیفته، ولی خب باز هم به خاطر که ما میخوام او احتمالات کمتر شوه و میخوام جلو یک آسیب بزرگ گرفته شوه، حتما با مشاورهای پزشکی و ژنتیکی انجام شوه، آزمایشات انجام شوه، از لحاظ روحی روانی مادر در او امنیت خاطر باشه، یک سری امکاناتی رو به هر حال ما میخوام برای تولد یک طفل در نظر بگیریم. من میگم همیشه مثل این میمونه که من منتظر ورود یک مهمان بسیار عزیز هستم، بله. از هر لحاظ خانه رو بسیار پاکیزه میکنم، بسیار کالای خوب میپوشم، غذای بسیار مقبول آماده میکنم، و از لحاظ روحی روانی قاش خود من میگم باز میگیریم، روی خوش در مهمان نشان میدیم که مهمان او حس عزتمندیش حفظ شود. پس من برای ورود ای تبل هم گذشته از ای که من میگم امکانات و رفاه هم فراهم باشه در کنارش که من توانای اقتصادی هم داشته باشم، من میگم روی خوش، امید به زندگی بالا، یک سری مهارت. اتفاقا من چند روز پیش حرف یک روانشناس کودک داشتم، ویسش رو گوش میدادم، میگفت که کس مادری که میخواد طفلی را به دنیا بیاره، به نظر من 30 سال قبل باید روش های فرزند پروری رو بلد باشه، 30 سال قبل از اینکه میخواد او طفلش متولد شود، ای باید کل برنامه هایی که چگونه یک فرزند داشته باشیم و چه رفتاری با او داشته باشیم باید آمادگیش داشته. میگم چقدر این حرفش خیلی یعنی بدیل منش از هست. مدت زمان خیلی قبل باید که برنامه‌ریزی بکنه، برنامه‌ریزی بکنه. خب حتی من میگم برنامه‌ریزی اگر برای او تولدش نداره، برای اینکه چگونه ما یک فرزند سالم داشته باشیم که دور از آسیب ها باشه، چگونه میتونم با این فرزند ارتباط صمیمی ایجاد بکنم که او با ما صمیمیت بشه. مشکلاتی که جامعه امروز ما بسیار والدین و نوجوانا و کودکان با هم درگیری ارتباطی دار، پس اینا همه مؤثره و میتونه که این مهارت ها رو باید والدین کسب بکنه تا پذیرای یک طفل سالم باشه و امید خدا. پس این بسیار تاثیرگذار است. چون متاسفانه وقت برنامه کم است، بریم سر همین مسئله بسیار مهم که اگر که در یک خانواده از قضای روزگار و خواست خدا یک طفل پیدا شده، یک اولاد پیدا شد که گرفتار سندروم داون بود، رفتار خانواده با این طفل باید چه رقم باشه اگر که میخواییم که یک زندگی خوب این طفل در حد خودش داشته باشه؟ خب اولین مسئله خیلی مهم که من توصیه میکنم پذیرش والدین. والدین باید این پذیرش را داشته باشه که طفل من یک طفل عادی نیست، یک طفل سندروم داون است، یک طفل که کم توان ذهنی است و اکثر کارهایی که او انجام میده بر اساس من میگم یک غریزه است، گاهی میتونه الگو برداری باشه. پس ما اول من میگم باید من والدین رفتار خود درست بکنم، صبر خود زیاد بکنم، تحمل و بردباری خود زیاد بکنم، و ای که با ای اطفال صمیمی باشم، ای که ای اطفال عزت نفسی ای اطفال رو ببریم بالا. من میگم باید از لحاظ تغذیه، از لحاظ روح و روانی، از لحاظی که کالای نو ده ای اطفال بخریم. خب متاسفانه ای که من ذکر میکنم شاید نباشه، ولی من به چشم خود دیدم که طفل سندروم داون ما یا طفل کمتوان ذهنی ما نسبت به اولادا یک خانه نگاه متفاوتی داشت. اگر طفل عادی ما سال یک بار کالای نو، کوش نو، وسایل نو خریده میشد، وسایل و لباس های کهنه او اطفال عادی برای اطفال
کمتوان ذهنی بود. چرا؟ چون که میگفت شاید هم هزینه شو رو نداشته باشه، ولی من میگم گذشته از اینکه هزینه نداشته باشه، او اهمیت دادن به این طفل، این طفل ما هم یک انسان است، او هم حق حیات داره. پس چقدر خوبه که من با او به عنوان یک انسان بسیار محترمانه رفتار بکنم که عزت نفسی او حفظ شوه، اعتماد به نفسی او حفظ شوه، حتی رفتار ما باعث میشه که نگاه جامعه و اطرافیان به طفل ما فرق بکنه. اگر قرار بشه من هم بگم این طفل ما منگل است، این طفل ما شاید خوب و بد خود نمیفهمه، هر رقم کالا پوشید، هر رقم زندگی کرد، میگیم که دست خودش است. نه، من میگم نصفش دست ما والدین، ما چیزی که من به او عزت بدم، به او احترام بدم، به آموزش او توجه کنم، هر چند کم مهارت ها را به او یاد بدم. و ای که گفتیم یکی از خصلت هایی که منفی ای کودکان داره لجبازی است، که اکثرا من به چشم خود دیدم گاهی اطفال در فکر میره فرو و یک دفعه میزنه زیر گریه. من این سندروم داون شاگردی داشتم که یک دفعه سر سنف ای چنان گریه میکرد، جیغ میزد که ما میموندیم ای چی شده. بعد من همش میکنم یاد یک خاطره شاید افتاده، ولی دست خودش نبود، همچنان گریه میکرد. بعد میکنم شاید یه الگو برداری کرده، گاهی شاید میخواد جلب توجه من معلم، من والدین به خودشون جلب کنه، شاید میخواد به یه خواسته برسه، من کم توجهی در خواسته های ای کدوم، شاید هم گرسنه باشم، شاید تشنه باشه، شاید گاهی نمیتونن او حرف دلشون بیان بکنه، از طریق جیغ زدن، گریه کردن، وسیله رو پرت کردن، حتی پرخاشگری، حتی لتکوب زدن اطرافیان و والدین میتونه او خواسته خود بیان بکنه که من باید هوشیار باشم، من میتونم این پرخاشگری طفل خود کم بکنم با رفتار درست، با یک سری مسئولیت های خیلی کوتاه. گفتیم رفتارهای تلفیقی اطفال خیلی کمه، ما اگر یک انسان عادی صبح زود از خواب بیدار شویم، خب برنامه میریزیم، صورت خود میشوریم، صبحانه میخوریم، وسایل شخصی خود جمع میکنیم خانه، این اطفال قادر به اون کارا نیست. خب ولی من والدین میتونم یه سری مسئولیت ده و بیدیم که حالت عادت میتونه اون تکرار بکنه. گفتم من شاگردای خودم که 8 صبح در صرف میامدن، والدینشون گفتن خیلی اینا جالبه، اینا شب میدونن که صبح زود ساعت 8 باید بره، من رو بیدار میکردن که بریم. یعنی اون مسیر توی ذهنشون بود. پس من میگفتم خب در از همین روش استفاده بکن، مسئولیت بدین، چای خدا خودت آماده کو، وسایل شخصیت خودت جمع کو، بند کفشت خودت ببند. ما میتونیم یک سری مهارت ها رو برای این طفل خود آموزش بدیم، این طفل خود رو با بازار ببریم، همراهش خرید بکنیم. حتی من میگم در انتخاب خودش از کدام کالا خوشید میاد، از کدام وسیله، و با نظر خودش بخریم تا او عزت و احترام یک انسان بوده و احساس خواهم زنی. دو نکته ای که در برخورد با کودکان سندروم داون اساسی است، اول اینکه عزت و عزتمندی را به اونها بدیم و محبت داشته باشیم، و دوم اینکه باید مسئول پذیری را به اونها آموزش بدیم که یک کار را انجام بدن. در حد کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، اگر یک جنبندی بفرمایید تشکر می‌کنم. پس این کودکان را ما میتونیم با رفتار صحیح، با پذیرش، با یک سری آداب خیلی عادی و من نمیگم خیلی سختش بکنیم، همین رفتار درست را که ما والدین انجام بدیم، در حق کودکان انجام بدیم، این کودکان میتونن یک زندگی تقریبا نیمه مستقل خیلی رو ایجاد بکنه که ما بعدش نگران نباشیم که طفل ما ممکنه چه اتفاقی برش پیش بیایه، حداقل حد از حداقل زندگی بهرمند شوند. تلاش ما به عنوان پدر مادر باید ای باشه که اولادای ما از مواهبی که در زندگی وجود دارد به صورت حداقلی بهرمند شوند، و این اطفال هم حقیقتا بسیار محتاج محبت هستند، محتاج محبت و نگاه. میگم چون که افراد خیلی خاصی هستند، یک سری رفتارهای خاصی رو میپذیره. من این نکته فقط کوچولو بگم، بله، با چند تا از والدین که در تماس بودم، متاسفانه اطفالشون طول عمر کوتاه‌تری داشتن، بعدش گپ میزدیم چهره شاد داشتن، در صورت که خب ما میخواستیم تسلیت عرض بکنیم، میگفتن که ما خیلی خدا رو شکر میکنیم که طفل ما جلوی خود ما مثلا فوت شده. چرا؟ چون که برای ما یک نگرانی بود که اگر دو روز بعد ما زنده نباشیم او طفل ما کجا شود. ببین، پس این نگرانی رو ما داریم ولی کار براش انجام نمیدیم. من میگم اون نگرانی هم صحیح میتونه باشه، ولی در کنارش حتما یک کاری در حق اون طفل انجام بدیم که آمدیم و ما والدین نباشیم.
که او طفل بتونه حداقل یک زندگی نسبی و انسانی برخوردار باشه. بله، بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز، بسیار استفاده کردیم و از شما بینندگان عزیز محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی دیدید. عزیزان، برنامه ها در سایت تلویزیون جهانی هادی موجود است، برنامه گذشته رو میتونید ببینید و استفاده هم بکنید، همچنان از طریق اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی میتونید برنامه ها را به صورت زنده ببینید، انشاءالله دنبال بکنید. عزیزان و بزرگواران، با همراهی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. سالی بسیار خوب و پر از موفقیت را برای شما عزیزان آرزومندیم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم